آقای ملکی خواهش میکنم، من خودم هم خیلی وقت ندارم، یه دقیقه دکتر رو ببینم، زود رفتم. دوست عزیز، عرض کردم چند لحظه تشریف داشته باشین، الان خودشون میبینم. بفهمید، تشریف آوردم. استاد چی شد؟ تو با دکتر صحبت کرده بودی؟ بله. تو صحبت کردی، جوابت هم گرفتی، برای چی منو انداختی جلو؟ به خاطر تیمم. خب رفیقام ازم دلخور شدن، دوستمون داره اصلا میپاشه. شما به من کمک کنید دکتر. من که همه تلاشمو کردم، جوابش همونیه که به شما گفته. دکتر آدم قانونمندیه، راستم میگه، خارج از حیطه وظایف اختیاراتشه. کوکتل شما رو به دلایل امنیتی مأمورا ضبط کردن. با نامه نگاری و نمیدونم توصیه نامه دانشگاه و نمیشه کاری کرد. دکتر توفیقی میتونه برش داره. اگه حرفش خریدار نداشت که با اون کوکتلی که ما ساخته بودیم تا الان باید اون تو داشتیم استنتاق میشدیم. خوشم میاد، خودتون هم میدونید چه وسیله ممنوعی درست کردید. پرنده ما خودش تونست از قابلیت خودش دفاع بکنه، تونست قابلیتش رو به همه ثابت کنه، ولی دکتر توفیقی رسما با من مشکل داره. این خانم مقدم هم فرستاده تو گروه کاوش که حال منو بگیره. ببین جواد، دکتر توفیقی اهل لجبازی نیست. تو هم بهتره به جای این کارا به فکر این باشی تو این فاصله کم چه طرحی میتونی جایگزین کنی. خب برای چی؟ پس اینا به زحمت ما چی میشه؟ من صلاحو در این میبینم، دیگه بقیهش با خودت. الناز جون دورت بگردم، بیا برو بهش بگو قبول نمی کنی، که اصلا کار درستی نیست. میدونم خودم، مخصوصا این کارو میکنم. میدونه اگه مهندس جوادی بفهمه رفیقش اومده التماس تیم ما چه حالی میشه؟ ببین منم بدم نمیاد مهندس جوادی حساب کار بیاد دستش، ولی نه اینجوری، خیلی نامردیه. احساسیش نکن سپیده، تو میدونی نقطه ضعف پرنده ما برنامه کنترل خودکاره، برد پروازمونم که پایینه. این پسر قاسم رو بشون استاد نوشتن های الگوریتم کنترله، میاریمش تو گروه برنامه جوادی ازش استفاده میکنیم، البته با منت ها. مرضیه رو چیکارش کنیم؟ اگه قبول نکنه چی؟ چه ربطی به مرضیه داره؟ سرگروه منم، من تصمیم میگیرم کی تو گروه باشه کی نباشه. تو رو خدا کاری نکن اینم بذاره بره. نگران نباش، هیچ جا نمیره. شما بیا داخل. همراه من بیا. خانم مقدم. بله. آقای همدم از امروز با ما همکاری میکنه، اومدن تو تیم ما. پس تیم خودشون چی میشه؟ مهندس جوادی اطلاع دارن؟ تیم آخی. جهت کلن منحل شد. برای چی؟ خودشون توضیح میدن. داستانش مفصله، بعدا براتون توضیح میدم. الان آمدن بیشتر با پروژه تو آشنا بشه. خیلی خوب، پس برو رو پوشت و بپوش، بیا کارتو شروع کن. بله بله حتما. اینو تست کردی درست بود؟ بله. تو چرا اینجا وایسادی؟ برسر کارت دیگه. حالم هم اینجا. مسعود جان. آقا مسعود یه دقیقه وایسا، کارت دارم. من کاری ندارم، حوصله هم ندارم. لوسبازی ها چیه شما در میاریم؟ ما لوسبازی در آوردیم؟ چرا جواب تلفن منو نمیدین؟ این همه بهت گفتم اصرار بیجا نکن. خیلی خوب، حالا نمیخواد انقدر دست من دلخور باشی، تمومش کن. من فقط دارم زور میزنم، یک سال زحمتمون هدر نره. مسعود هنوزم چسبیدی به اون پرنده؟ تو زندگی چیزای مهمتری هم هست. بله هست آقا مسعود، حالا نمیخواد انقدر اخم و تخم کنی، بهت نمیاد. من با دکتر میرپرور صحبت کردم، قول داده زنگ بزنه دکتر توفیقی. دعا کن همه چی ان‌شاءالله درست میشه. باش دعا میکنم دیگه. الان بیا بریم پیش قاسم، دلم خیلی براش تنگ شده. قاسم پس بهتر به دلتنگی عادت کنی آقای جواد جوادی. منظور چیه؟ میفهمی.
چه خبره مهندس؟ نمیبینی اینجا کار داری؟ تو چی کار میکنی؟ داره با گروه جدیدش کار میکنه. شما مشکلی داری؟ با گروه جدیدش؟ این خانم چی میگه قاسم؟ خب چون گروه جهت منحل شد قرار شد آقا قاسم با تیم ما کار کنه. کی همچین مزخرفی گفته؟ خودش گفت. گفت گروهتون منحل شده. ما برای اینکه افسردگی نگیره بهش فرصت دادیم با تیم کاوش کار کنه. قاسم تو گفتی گروه منحل شده؟ من این همه دارم این دروندر میزنم تا این پروژه پیش بره. هر کسی رو زدم تا به هدفمون برسیم. این وقت تو گروه ما رو منحل اعلام کردی؟ با تو هم. مهندس لطفاً مشکل ایشون رو حل کنین تا بیشتر از این تایم کارگاه ما رو نگیرن. آقا جواب بعدن صحبت الان برو لطفاً. مهندس واضح تر از این بهشون توضیح بدین لطفاً. به مقداری مشخص و صریح بهشون بگین که اومدین تو گروه کاوش و البته مسائل ایشون و گروه منحل شده شون هم به شما دیگه مربوط نمیشه. شما لطفاً چند لحظه ساکت چی؟ خودش میتونه جواب بده. مهندس تو مشکلات زندگی منو بهتر از هر کسی میدونی. من باید بالا نمام تابه بیشتر از این نمیتونم برای صاحب کنم. منو ببخش. خیلی بی‌معرفت. خیلی خوب مهندس همدم، بهتره به کارمون ادامه بدیم. تو همونو بده اونو. بعد مدت دوباره احساس بی کسی اومده سراغ. تنها شدم. رفیقام تنها هم گذاشتم. کاش بودی. دلم پر شده از نبودنت. انگار قرار نیست هیچ وقت آروم و قرار داشته باشم. شبی که از خونه بردنم بیرون انگار قرار همیشه مسافر باشم. من دوست ندارم تو هیچ وقت احساس شکست کنی. وقتی آدم شکست میخوره پشتش یه پیروزیه. دیگه هیچ وقت احساس شکست نکن.
کجا؟ یعنی چی کجا؟ بین رو بین یعنی که کجا؟ آخه این آدمی بعد شب کجا میره؟ میره خونش. خب دارم میرم خونم دیگه. میره خونه؟ برای چی میره خونه؟ یعنی چی برای چی میره خونه؟ خب کارم تموم شده دارم میرم خونه. یه مدیر کارش تموم میشه میره خونه؟ من نمیفهمم واقعا، اینو تازه دارم میفهمم. علی اینجا مدیر منم یا شما؟ خب به خاطر همینه دارم میگم دیگه. تو مدیری؟ تو رئیسی؟ اسم خودتو گوشیم مدیر؟ باز چی شدی؟ آه نه، تقصیر منه، تقصیر منه. اون موقعی که به من پیشنهاد مدیریتی شد من قبول نکردم، گفتم آقا منو ولم کنین، منو قاطی سیاست نکنین، من بلد نیستم. تو رو پیشنهاد دادم الان وضعیت ما شد این شلو نکن. بگو چی شدی؟ چی شده؟ اصلا پیش خودت سوال کردی چرا این بچه اینقدر دپرسه؟ چرا حرف نمیزنه؟ چرا دوباره دوچار دوگانگی شخصیت؟ پس کیو دارم میگم؟ دارم جوادو میگم دیگه. ای داره تو دهن من میپره، جوادو داری میگی؟ من گفتم اگه مشکلی پیش اومده باشه خودش میاد به من میگی. من باید از زیر زبون این بکشم که چشه؟ من باید ازش بپرسم که چرا دیشب اینجا خوابیده؟ امشب میخواد اینجا بخوابه، فردا شب میخواد اینجا بخوابه، پس فردا شب و شبهای دیگر میخواد اینجا بخوابه. اگه دیشب اینجا خوابیده به خاطر همینه دارم بهت میگم. به تو همیشه گفت مدیر. من نمیدونم تو چه رئیسی هستی که صبح جمعه به صبح جمعه میفهمی اتفاقات پیرامونت چی بوده. من نمیدونم بقیه ایام هفته داری چیکار میکنی. بعد خنده تحویل مدیر. کریم جان ببست. الان اگه استیضاح مدیریت بنده تموم شد به من بگو موضوع چیه. یعنی چی؟ یعنی که با رفیقاش زدم به تیپ و تاپم. برای چی؟ اینم نمیدونی؟ برو ازش بپرس. برو ازش بپرس. چشم. برو دیگه. برو. سر در گریبان فرو می بردیم. الان هم دیگه بزرگ شدی، جا تو یخچال نیست. اگر نه باز می رفتی تو یخچال. چی شده اینقدر به هم ریخته ای؟ هیچ. هیچ. جواب؟ هیچی نشده. اون وقت آقا کریم میگه بین رفقا شکراب شده؟ از دست این آقا کریم. خودش اصرار کرد همش بگم. میدونستم شمارم دل با پس میکنه. اولا که بعد میامدی به خودم میگفتی. دوباره من حالا تو این شکراب رفاقت حق با کیه؟ من. جواب؟ شاید اصلا نمیدونم، ولی اگه من صلاح مسعود و قاسمو بیشتر از خودشون بدونم این بده. نه اصلا اگه رفیق صلاح رفقاشون ندونی که خوب نیست. فقط منتها تو از کجا اینقدر مطمئنی که تو صلاحشون بیشتر از خودشون میدونی؟ من مطمئنم چیزی که میگم به نفع همه ماست. یعنی نظر تو درسته، نظر اونام شرط نیست. اون وقت به زور میخوای صلاح اونا رو بخوای؟ اگه حق با من باشه چی؟ فرض کنیم حق با تو. اصلا فرض کنیم توجهی به نظر اونام نکنی، چو به دست میاری اینجوری؟ حداقل رفیقامو از دست نمیدم. اونا خواستهاشون خیلی غیر منطقیه. جواد باز که داری حرف خودتو میزنی که میخوای به زور حرف خودتو به کرسی بشونی. یاد رفته اونا دوتا رأی دارن تو یه رأی. اصلا اگه حرفاشون برات مهمه، اگه رفیقات برات مهمه، یه قدم برای اونا برو جلو، یه قدم نرو جلو، اصلا یه قدم به خاطرشون عقب نشینی کن. خوبه؟ خب اگه منم عقب نشینی بکنم دیگه هممون باختیم. تنها جایی که عقب نشینی باخت و شکست حساب نمیشه رفاقت. ولی ما یک سال وقتمون رو اون پرنده گذاشتیم. جواد باز که داری حرف خودتو میزنی. به قول یه بزرگی رفاقت مثل آدم برفی میمونه، ساختنش آسونه، نگه داشتنشه که سخته. اگه اینجوری به حرفات ادامه بدی خب رفاقتتون آب میشه. میخوای آب شه؟
بر هر حال صلاح فیش خسروان دارم، فقط قبل از هر کاری خوب فکرام بکنم. خوب فکرات بکنم. شب بخیر. شب بخیر. لطفا شما با این بخش کاری نداشته باشی. دارین کار میکنین؟ انگار شما از من خوشتون نمیان. از دیروز با من سرسنگینی. دست خودم نیست، از دستتون ناراحتم. مگه کاری کردن جز احترام گذاشتن؟ کسی که به رفیق خودش وفا نمیکنه چجوری میخواد به تیم من وفا کنه؟ سه تا رفیقی مشکل شخصی حل میشه، به شما مربوط نمیشه. اتفاقا به من مربوط میشه. چرا؟ من از همون اولش هم با حضور شما تو این پروژه مخالف بودم. رام نمیدادین. من شما رو راه دادم. ولی اکثریت گروه تو موافق بودن که من بیام. بفرمایید، میشه همون اکثریت احتیاج به کمک دارن. بفرمایید. خوره بردار، بیشتر دنبال سرو موتور بگرد. دارم میگردم. ملخم بیار. باش. الناز نگاه کن ببین از سازه این پهباده چیزیش به دردمو میخوره. اون صاحب داره خانم دلالا. هیچ کدوم از چیزایی که اینجا صاحب نداره. از دانشگاه اجازه گرفتم هر کدومو که میخوام بردارم. ولی این صاحب داره. این پرنده رو تیم جهاد درست کرد. چرا اینجوری میکنی؟ اینم به وسیله اینجاست. یه چیز دیگه انتخاب کن. نمیشه. من همینو میخوام. اگه نمیشه پس هم یعنی رام آزه هم دیگه سوار. کاری که تو داری میکنی حماقت محضه. تو به خاطر یه اسباب بازی از کار افتاده داری قید پایان نامه‌تو میزنی. چند سال رفاقت خرجم اسباب بازی شده. شما که چیزها رو نمیفهمی. من نمیفهمم؟ تو که دم از رفاقت میزنی رفاقتتو ول کردی اومدی دنبال تیم من. شما گفتی برگرد چون به تخصصم نیاز داشتی. اینقدر با من یکه بدو نکن. من اگر بهت گفتم بیای توی گروه من فقط به خاطر این بود که دلم برات میسوخت. الانم من اینجا سر گروهم، من تصمیم میگیرم که تو چیکار بکنی چیکار نکنی. برو بابا، هرچی میشه گروه گروه میکنه. این تیم با مال خودت با من سر گروه بودنه. به سلامت. آخه بنده خدا اینم رفت. دهنتو ببند. بله چش. سلام. چیه؟ در چی اومد اینجا؟ منت کشی. قبل بدم میاد از آدم هایی که گذشتشون یادشون میره. قبل بدم میاد. ما رو بگو دلمون خوش بود رفیق داشتیم تا حالا. مار تو آستینمون پرورش دادیم. آستین خودمون البته. اگه از اول رامونو از هم جدا کرده بودیم و رفته بودیم دنبال کارمون الان اینجوری واسه ما شاخ نمی‌شدی. مار تو آستینمون پرورش دادیم گفتم. آقا سود. گروه کاوشو شستم گذاشتمش رو بند. چیکار کردی؟ شستم گذاشتمش رو بند. جان من. نواد شد باشو؟ قربونت برم. خیلی آقای از اخلاق گندت معلوم بود با اون هم نمیسازی. چرا چی شد تعریف کنیم؟ گفتم رفقا یعنی من و تو و جواد. خیلی آقایی، خیلی آقایی. این چیه؟ اینا کجا پیدا کردی؟ برندی خودمونه. جوادی کجاست؟ برند قدیمی خودمونه. کجا پیداش کردی؟ تو انبار. جوادی کجاست؟ آقا چرا شما سراغ هم دیگر رو من میگیری؟ من چه میدونم جوادی کجاست؟ یه فکر رو بگ بزنم رسیده. بگو جوادی کجاست؟ امروز چندومه؟ موسیقی
کجا بودین بی معرفت ها؟ کردم یادتون رفت. مگه سالهای قبل یادمون رفته بود که امسال یادمون بره آقا جواد؟ خدا رحمت کنه مادرتو. همیشه علکی ها، بی خود و بی جد، همیشه علکی. دلم واسه تنگ شده بود. خودم تصمیم داشتم فردا بیام سراغتون. بس دیدی ما دلمون مهربون تر از توه، زودتر اومدیم سراغت. از دور حواسم بهتون بود. از دور که فایده نداشت برادر من، باید میمدی جلو مثل ما. دلم برای همین دیوونه بازی ازون تنگ شده بود. البته دیوونه بازی رو با شما بود آقای همدم. بابا حالا به خاطر دیروز شرمندم. میدونستم نمیخوای تو رو بایسی، به خاطر همین خودم رفتم. همین مرامتی که میخوامت دیگه. آقا بساط آش برقراره دیگه. بله مثل هر سال داداش. به به، مادرم همیشه میگه هر جا بری دامان پشت سرته. به نظرم مادر خدا بیامرزت به دل ما انداخت که بیام اینجا. خدا رحمتشون کنه. چرا از این مسیر داری میریم؟ داری میریم به سر دانشگاه. دانشگاه؟ آره. چه خبره؟ میگیم حالا برسیم میفهمیم. چی شده؟ سورپرایز آقا جواد. سورپرایز. چشاتو ببند میفهمی. از اینجا؟ آره از اینجا ببند. باز نکنی چشاتو. باشه بفرمایید. باز نکنی. خیلی خوب. با نکنی. باشه. داری نگاه میکنی ها؟ بسته از چشم. مسعود از یادم. چشم بسته چقدر قشنگی. چی کار میکنی؟ واکو. حالا واکو. یواش میکنی. شنگه؟ یادته؟ زوغ کرده خدا. مسخره کردیم. آقا چه مسخره؟ یه دقیقه صبر کن. کجا میری؟ جواد جان چرا سریع قاطی میکنی تو؟ آخه این؟ خب این مشکلش چیه؟ بعد اون پروژه پیچیده رسیدیم به این. آقا تو رو خدا پیچیدهش نکن دیگه، خودمون بلدیم پیچیده کنیم. آقا سم توضیح بده. اگه تو نمیخوای کمک کنی خودمون دوتا رو میپرنده کار کن. اصلا مسو بیا بری بلش. بابا ول کن، حالا نه اینقدر پیچیده. ببین خودت میدونی ما هم میدونی مشکل اصلی ما زمانه. ما با دکتر توفیقی به هیچ نتیجه ای نمیرسیم، علکی وقتمون رو داریم میگذرونیم. نگم برات، اگه این پرنده نپره مسابقات میپره. پورتلندم میپره. میپره. پس بهتره با هم تعامل کنیم به نتیجه برسونیم، بپرونیم اینو دیگه. آخه میترسم دکتر توفیقی راضی نباشه. آقا فرض کن رفتیم پیش دکتر توفیقی، چی میگه؟ این پروژه از سطح تو خیلی پایین تره. حیفه که وقت درمون بذاری. دوست داشتم همون پروژه قبلی که تو پایان نامت بود باشه. دکتر جان شما که در جریان هستید چی شد چی نشد؟ استاد مهربان ایشون زبون دارن، زبون درازی هم دارن ماشاءالله. بذارین خودشون حرف بزنن. آقای دکتر توفیقی قصد من اینه که مشکل این سه تا جوون رو حلش کنم. این پرنده هم چیزی بدی نشده. نسبت به باتی مشابه هم رنج هم مداومت پروازی بالاتری داره. استاد
شما سخت میگیرید. جوادی بفرمید خودتون. ببینید دوست. آقای جوادی ما روی کوادکوپتر توافق کرده بودیم ولی این نمی... چرا همه درا روی من میبندید؟ من اصلا متوجه رفتارتون نمیشم. تو این فرصتی که به من دادی من همین پروژه رو میتونم برسونم. تو استعداد زیادی تو حروم کردن توانایی‌ات داری. شما کمترین نمره رو به من بدین قبوله. اصلا 10 بدین ولی قبول کنید. آقا اگه بتونن به همین پرنده قابلیت دیگه اضافه کنن چی؟ تو پروپوزالشون همه توضیحات قید شده. هیچ قابلیت دیگه ای نداره. مثلا قابلیت شما من. برای قابلیتش باید چی کار کنیم؟ برای رفتن به پورتلند باید عمرامو خیلی بالا باشه. ای بابا باز شروع شد باید به جان یرفه بگو با اون مادام کوری چی کار کنیم؟ کی؟ خانم مقدم دیگه. آقا من این آمارشو گرفتم و بچه های شریف متاسفانه کارش خیلی درسته. اون با من او؟ یک کاری میکنم در افتادن با تیم جهت در سبرتی بشه بدش. باریکی کلا جواد آقا. این لیست آدمایی که تو مناقصه شرکت کردن. یه 4-5 رو میشناسم، بقیه‌شون رو نه. با اونایی که میشناسی مذاکره کن، از مناقصه بکشن کنار، باقیشون هم بسپر به من. روش من مذاکره و پول در آوردنه. تو رو نمیدونم. تو نمیشناسم. لزومی هم نداره بشناسی. من باید کاری کنم که تو مناقصه برنده بشی. همیشه هم پول و مذاکره چاره کار نیست. امیدوارم برای من دردسر نشه. من 50 که دم به تنه ندادم. اینم از الان بهت بگم، اگه بفهمم که جنسه چیشه برده داره میکشم که دارم. نگران نباش، ما دنبال دردسر نیستیم. سلام. 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 سلام مهندس. چقدر این مهندس جوادی با ادبه. مرد که نباید انقدر نجیب و مهربون باشه. کمالات هم حدی داره دیگه. تازه نابغه هم هست. بسته دیگه سپیده. بچه ها میگم این مهندس جوادی مگه الان نباید تو کارگاه باشه؟ چه اینجاست؟ مشکوک میزنم. میشه اینقدر راجع به تیم جهت حرف نزنیم؟ سرمون به کار خودمون باشه. اگه نتونیم وزن پرنده رو درست تقسیم بکنیم تعادلش از بین میره ها. این سنسور حرارتی شما تعادلش رو به هم زد. الناز جون راست میگه. حس میکنم بی خودی داریم وقتمونو تلف میکنیم. دستگاهی که شما روش کار کردیم بیشترشون کارخونه ای بود. واقعا میخواستیم محصولات آماده رو بذاریم جلوی داورا؟ مرزی جون ناراحت نشو. قبلا بیشتر بهت امید داشتیم. الناز جون راست میگه. اه خیلی خوب. شما پیش الناز جون باش، من خودم کارهای خودم انجام میدم. بشین دختر. اعصابم یه جای دیگه خورده. بچه واقعا احساس میکنم جای من دیگه تو تیم کاوش نیست. فقط امیدوارم شکستتون پیش مهندس جوادی زیاد مفتضحانه نباشه.
الان اگه من بگم غلط کردم شما راضی میشی؟ راست میگی راضی میشی؟ بایسته بیده چرا هرچی من میگم تو تکرار میکنی؟ تو هم هی سری قهر میکنی جمع میکنی میخوای بری؟ میخوام بدونم الان مشکل چیه؟ ببین این مهندس جوادی الان عزیز دردونه دانشگاه شده، همه حواسا جمعمونه، این همه ما زحمت کشتیم تلاش کردیم به چشه هیچکی نیومد. مگه شما به کار خودتون ایمان نداریم؟ داریم، ولی به نوباقه مهندس جوادی هم ایمان داریم. یه بار دیگه سپیده از این پسر دفاع کنی از تیم کاوش پرتت میکنم بیرون. دکتر توفقی هم رو اعصاب منه، قبلا از جذبش بیشتر خوشم میومد، الان یه ذره یه جوری اصلا چشم افتاده. خیلی بده ها، به جای اینکه به بقیه توهین کنیم واقعا دیگه بیاین به کارمون برسیم. من توهین نکردم مرضی جون، میشه یه چیزی بگی بهمون قوت دل بده؟ بچه ها ما خانوما اگه بخوایم هیچ کسی به گرد پامونم نمیتونه برسه. آفرین عاشقتم، به کارمون برسیم. جزوه رو میدیم؟ بیا اینه صبوری جان، اینجوری که نمیشه که هر روز هر روز به خاطر این مسئله با هم کلنجار بریم. تو داری تمرکز منو میگیری. به والله اگه این روند ادامه پیدا کنه یه گزارش می‌نویسم و میفرستم مقامات بالا. رفیق عزیز، اصرار دارن که هر چه زودتر این پروژه مهم به نتیجه برسه. اینجوری به نتیجه برسه؟ تو باید از ما طرفداری کنی، نه اینکه بذاری چوب لای چرخ پروژه بذارن. من که طرفدار تو هم. ببین یه فکس هم همین الان دستم رسید، گوش بده برادر ارجمند. جناب آقای مهندس سوی سرمانه کمپیرم رو بگرد تا قبلی بر اوقات پات پیشین در خصوص مناقصه کمپانی کایوت که پیشتر با شرکت های ایرانی در پیمانکاری آن وزارتخانه همکاری موثر داشته، شرکت فراگستر شجره به مدیریت آقای شهرام شجری را به عنوان نماینده خود جهت ورود به مناقصه خدمت شما معرفی می نماییم. لطفاً ترتیبی اتخاذ نموده تا این شرکت داخلی به رغم پایان یافتن دوره ثبت نام وارد مناقصه شود. خب من چیکار کنم؟ نیم ساعت دیگه من با اینا جلسه دارم. جلسه داری؟ با کی؟ با شجری؟ با اون دلال؟ من اونو خوب میشناسم، اون مار خورده افیش شده. متاسفم براتون. اما نگران نباش، من خودم یه کارش میکنم. اینجوری نمیشه، خودم میام تکلیف رو روشن میکنم. صادق جان ببین، اصلا لازم نیست تو بیای، خودم این مورد رو حلش میکنم. تو هم با خیال راحت به پروژت برس، من تمام قد پشت تو پروژم. حضوری حرف میزنیم، خداحافظ. آقای دکتر شما به کارتون برسیم، برمیگردم. شما هم همینطور. آقای صبوری هم دست بردار نیست، بنده خدا هم بی تقصیره، زورش به همه‌شون که نمی‌رسه. آقا اینا هم امنیت پالایشگاه رو بهونه کردن دارن سنگ اندازی میکنن. سعید جان ما نباید جل این جماعت سرشکسته بشی، الان بحث رو کم کنیه، باید با همین بچه‌ها کار رو تمام کنی. توان بچه‌های ما بیش از این نیست سعید جان، مگه مثل تو چند نفرن؟ قبول کن آدمای مثل تو کم پیدا میشه. آقا پیدا میشه. کی؟ کی نمونش همین جواد جوادی، دانشجوی نخبه رشته هوافضاست. بی خیال سعید، وسط پروژه نفر اضافه کنیم، منطقیه؟ چه اشکالی داره؟ امثال همین جوادی میتونن تو این فرصت کم بهمون کمک کنن. نه من موافق نیستم. به نظر من باید با همین بچه‌ای که اینجا هستن کارو تمام کنیم. راستش چطور بگم؟ من میونه خوبی با آدمای تازه وارد ندارم.